دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید. سلام دوستان، من میخوام در برنامه امروزی مختصری درباره یه شخصیت دیگه تاریخی صحبت بکنم به نام محمد علی شاه قاجار که فقط 3 سال شاه ایران بود، اما در همین مدت اندک مشروطه به چنان عاقبتی دچار شد که ما 115 سال بعد هنوز از عواقب اون رنج ببریم. و جای تعجب اینه که بعضی از ما هنوز فکر میکنیم که بازگشتن به قانون اساسی که در زمان محمد علی شاه نوشته شد چاره درد امروز ما هست. فکر کنید 118 سال پیش، چند روز پس از اینکه مظفرالدین شاه پای نظامنامه مجلس که حالا بهش میگن قانون اساسی اول مشروطه و دستپخت جلسات اول مجلس شورای ملی بود، فوت کرد، از جهان رفت و ایران صاحب شاه جدیدی شد به نام محمد علی شاه قاجار، یه مرد 31 ساله، ششمین پادشاه سلسله قاجار که 31 سال بود در واقع منتظر بود. 21 سالش که پدرش هم منتظر بود که از ولیعهدی در بیاد و شاه بشه و 10 سالم که پدرش شاه بود تا اینکه این پسر به جاش بنشینه. بنابراین یه دوران 30 ساله 31 ساله ای رو از ولیعهدی در انتظار در تبریز که ولیعهد نشین مملکت بود گذرونده بود. تا اونجایی که به برنامه ما مربوط میشه که در مورد مشروطیته، گفته میشه که محمد علی میرزا به خصوص در اواخر دوران ولیعهدیش سعی میکرد که رابطه مطلوبی با مشروط خواهان درباری داشته باشه، اما همه میدونستن که این کار نه به خاطر علاقه این محمد علی میرزا به قانون و مشروط است، بلکه میترسه که این مشروط خواهان یا منورالفکران درباری که شاه رو 3 بار در همون 10 سال پادشاهی فرستاده بودن فرنگستون که با جهان نو آشنا بشه و بعدم فرمان تشکیل مجلس و بعد نظامنامه رو به امضای اون رسونده بودن، برن و سعی بکنن مظفرالدین شاه رو متوجه برادرش ذل السلطان بکنن و اونو به پادشاهی برسونن. بنابراین سعی میکرد که با منورالفکران درباری ارتباط داشته باشه، اما همه میدونستن که نظر او نسبت به مشروطه نظر مخالفیه. بعد نیست 2-3 نکته هم در مورد روانشناسی این آدم خدمت شما بگم. نکته اولی اینه که او دچار خرافات ریشه‌داری بود که البته در دربار قاجار عمومیت داشت، اما در مورد محمد علی میرزا به اوج خودش رسیده بود و او در انجام بسیاری از کارهاش به جای فکر کردن و مشورت کردن به فال و استخاره متوسل می‌شد و این یه رابطه بین او و روحانیت رو ایجاد می‌کرد. به خصوص یکی از آخوندا به نام میرزا ابوطالب زنجانی خیلی مورد وثوق و اعتماد محمد علی میرزا و بعد محمد علی شاه بود و او همه تصمیمات خودش رو البته
به این میرزا ابوطالب زنجانی میگفتش که یه استخاره بکن، اونم استخاره هرچی میامد و کاری نداشت، خودش هرچی که فکر میکرد درسته رو به عنوان نتیجه استخاره به شاه تلقین میکرد و در نتیجه یه نقبی بین روحانیت و شاه از این طرف هم زده شده بود. استخاره های محمد علی شاه مشهورن، ما 20 تاشو عرض کنم که الان در دست داریم که محمد علی شاه روی کاغذ نوشته داده به دست این آخوند و این آخوند هم رفته استخاره کرده و در پیش مثلا نظر رو نوشته. یکیشو فقط براتون اولیشو میخونم، میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، پروردگارا اگر من اجالتن با همین وضعی که دارم در سلطنت و پادشاهی بمانم و صبر کنم و تحمل نمایم، عاقبت برای من خوب است و نتیجه خیر خواهد شد، استخاره خوب بیاید و الا فلا. یا دلیل المتحیرین یا الله محمد علی. و آخونده در جوابش یه آیه رو نوشته، پندش نوشته به نظر بنده بسیار خوب آمد، یعنی صبر بکن و به موقعش عمل بکن. نکته دیگه در مورد ویژگی های اخلاقی و روانی محمد علی شاهه. مثلا ناظم الاسلام کرمانی در اون تاریخ بیداری ایرانیان نوشته که محمد علی میرزا خست و لئامت و سفاهت و قساوت قلب و بیرحمی را به منتهای درجه رسانده بود. تمام خدام و رعیت را فدای خودش میخواست. گویا خداوند این جهان را برای راحت وجود او خلق کرده است. به هر کس احتیاج پیدا میکرد با او با ملایمت و مهربانی رفتار مینمود، اما بعد از رفع احتیاجش مثل این بود که او را هیچ نمیشناسد. با اشخاص پست و نانجیب و قطاع و طریق که اسباب صدمه و خانه خرابی مردم بودند وسوق پیدا میکرد. خب این که از اخلاقش. در این حال باید توجه بکنیم که مخالفت محمد علی شاه با مشروطه برمیگشت به اینکه معتقد بود که شاه باید قدرت همه چیز متمرکز در دستش باشه. اما این مشروطه خواها با تشکیل مجلس شورای ملی میخوان قدرت شاه رو محدود بکنن و نمیذارن که اون تصمیمات خودش رو به صورت مستقیم و بدون دخالت نمایندگان مردم اتخاذ کنه و در نتیجه خودش و اطرافیانش و قدرت و ثروتشون در خطره. و حتی او انقدر عمیقا باور داشت که مشروطه خواهان اصلا به دنبال تضعیف پادشاهی و کلن در پی سرنگونی پادشاهی قاجارها هستن. از طرف دیگه نباید از نفوذ روسها بر تفکر او صرف نظر کرد. او در دوران جوانی خودش شاهد اقتدار و نفوذ روسیه تزاری بود و به شدت از روسها حساب می برد. یه معلمی هم، معلم سوارکاری و زبانی هم داشتش و مشاور روسیش بود به نام شابشال که در دوران ولیعهدی در تمام امور با او هم مشورت میکرد. و شابشال که لقب ادیب و سلطان گرفته بود، یه عنصر مرموز و باهوشی بود که به نفع دولت روسیه و سازمان پلیس سیاسی مخفی اون کار میکرد و عرض کنم که محمد علی میرزا رو سخت علاقمند به روسیه کرده بود. اگر بخوایم اینا رو همه رو با هم جمع بزنیم، گزارش کوتاهی در یک روزنامه انگلیسی هستش که براتون میخونم. میگه محمد علی میرزا تا زمان مرگ پدر هیچ گونه تعلیم و تربیت اروپایی نداشت. هیچگاه از ایران بیرون نرفته بود. در اغلب سالهای این دوران حتی از آذربایجان خارج نشده بود. کسانی که محمد علی میرزا را در زمان ولایت عهدی دیده بودند، او را مردی سبکسر، بیوقار و گفتارش را زشت و ناهنجار
تشخیص داده هیچ گونه آثار ظاهری لیاقت و کفایت در او مشاهده نمی کرده. به هر حال اصل مهم اینه که به همه این دلایلی که عرض کردم او هیچ گونه نظر خوشی با مشروطیت نداشت و همین که پدرش مرد و او پادشاه شد دیگه نگرانش از این که مبادا یه توطئه‌ای بکنن او رو از ولی عهدی خلق بکنن کنار رفت و اگرچه هم در زمان ولی عهدی نظامنامه ای رو که مظفرالدین شاه امضا کرده بود او هم امضا کرده بود، حتی بعد از تاجگذاری هم امضا کرده بود، اما فکر میکردش که باید یک کاری در این زمینه کرد و در این مورد با دو تا نیروی دیگه هم توافق داشتن. این خیلی مهمه. از یه طرف خب شاه از این نظامنامه‌ای که نوشته بودن موافقتی نداشت، از طرفی که روحانیت میدیدش که اصلا ذکری از مذهب و روحانیت در این نظامنامه نشده، بنابراین باید یه جوری اون رو فشلش کرد. خود منورالفکرا هم که با عجله این نظامنامه رو نوشته بودن فکر میکردن که در این هیچ مسئله‌ای در مورد حقوق ملت، وظایف شاه، محدودیت های وظایف شاه وجود نداره و باید یه متن جدیدی رو نوشتش که همه این نواقص رو مرتفع بکنه. بنابراین اتفاق نظر هر سه تا گروهی که با هم هم زیاد موافقتی نداشتند و به خصوص روحانیت و پادشاه علیه مشروط خواهان بودن موجب شدش که فکر کنن که یک قانون اساسی جدیدی بنویسن و برای اینکه نگن ما قانون اساسی قبلی رو لغوش کردیم، گفتن ما یک متممی بر اون قانون اساسی می‌نویسیم. در حالی که اگر که دقت بشه این متممی که بر قانون اساسی در سال 1286 نوشتند در واقع قانون اساسی جدید بود. اون مقداری از ماده های اون 51 ماده نظامنامه رو لغو کرده بودند و مواد دیگری رو بهش افزوده بودند که 51 شده بود به 107 ماده و هر کدومم در این متمم قانون اساسی سهم خودشون رو فکر میکردن برداشتن. اما حالا در برنامه های آینده که فرصت کردیم بیشتر به این متمم بپردازیم خواهیم دیدش که برنده این ستا نیرو در متمم قانون اساسی که امروزه در واقع بهش باید گفت قانون اساسی مشروطه چگونه بود است و چگونه تقسیم شده است. خب دوستان، من با کمال اشتیاق منتظرم که نظرات شما رو بشنوم، به این خاطر که وقتی که این مطالب این هفته رو آماده می کردم خودم داشتم فکر می کردم که بدون اشاره به اقدامات بعدی محمد علی شاه در به قول خمینی فشل کردن اون نظامنامه‌ای که امضا خودش هم امضا کرده بود ما چی میتونیم بگیم، ولی خوشبختانه میبینم که اجازه ها گرفته شده و از همینجا شروع میکنیم. خانم سارا فرزان بفرمایید. البته من استناد میکنم به صحبت‌های شما به عنوان در واقع استادی که این مطالب رو از دل تاریخ حالا کشیدید بیرون، نه اینکه حالا کشیده باشیدم بیرون، ولی خب در واقع نسب العین دارید میکنید برای مخاطب و حالا ما هم به نوعی. اما همین که شما اشاره میکنید که 115 ساله که یک ملتی، یک جامعه ای در نکبت این داستان مشروطه و قانون اساسی و اینها قرار گرفته و دست و پا میزنه و همچنان عده‌ای به دنبالش هستن، میتونه یک هشدار خیلی بزرگ باشه. از اونجایی که روس و انگلیس همواره در تاریخ ایران به روحانیون متوسل بودن،
ما دقیقا رد پای این نفوذ رو که از طریق روحانیون همواره به دربار اینها نفوذ پیدا میکردن و در دربار پادشاهان ایران نفوذ داشتن رو ما نمیتونیم در واقع ندید بگیریم. اسناد تاریخیش هست، سندهای زیادی وجود داره و میشه بهش مراجعه کرد. و به هر حال اونچه که امروز عده‌ای به دنبالش هستند تحت عنوان قانون اساسی مشروطه، من از زاویه دید خود انسانی که امروز در این جامعه که از همه لحاظ چه در ایرانش چه در اروپاش به هر حال فضای مدرن هست، جامعه اطلاعاتی هست، ارتباطی هست و همه چیز در حال تغییر و تحوله، میخوام نگاه بکنم ببینم آیا انسان مدرن امروزی که در همه زمینه ها توسعه پیدا کرده میتونه به یک قانون 115 سال پیش که در جامعه ای با اون ابعاد توسعه نیافتگی و عقب ماندگی بوده و حالا عده‌ای در اون دست و پا می‌زدن که خودشون رو به مدرنیته یا به مدرنیزاسیون در غرب نزدیک بکنن، آیا میشه توسل پیدا کرد؟ و اصلا عقل انسان به این در واقع شک نمی‌کنه که چیزی که دائما یعنی قوانین، فرهنگ، تاریخ، میگم تاریخ، صنعت، سیاست، مردم، جنسشون، در واقع پیشرفت تکنولوژی، اینها همه باعث شده مردم جامعه، نه مردم در تمام دوره ها با دوره قبلشون متفاوت بودن. یعنی شما دهه های مختلف رو میبینید که از خودشون رفتارهای متفاوتی بروز میکنن. ما خودمون در از اول انقلاب 57 تا به الان 4 دهه و 4 نسل متفاوت داشتیم با خواسته های متفاوت و رنگ باختن مذهب رو داریم از 40 سال پیش هی بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر تا به امروز داریم حس میکنیم. چطور میتونه یک قانونی همچنان در واقع منبع و سرچشمه و الهام بخش یک زندگی، یک حکومت، یک ملت و یک آینده برای یک جامعه باشه در حالی که همه چیز تغییر کرده، بستر خیلی موضوع تغییر کرده؟ من اینها رو به عنوان یک کسی که خودم 3 نسل بچه ها رو تدریس کردم در ایران دارم این رو در واقع میگم، یعنی یه چیزی حدود 30 سال رو که بعد دیگه نمیپذیرفتن خیلی موضوع رو. بعد من امروز برام یک علامت سوال بزرگ اینه کسانی که میان و با قدرت و شجاعت میشینن و میگن ما باید برگردیم به قانون اساسی مشروطه، آیا به زوایای تاریک این قانون هم میپردازند؟ من نمیبینم کسانی که داعیه این رو دارن و دائما روش مانور میکنن حتی به انصاف خودشون برگردن و بگن که آیا این قانون ایرادای خیلی بزرگی داشته، از جمله در حق زنان، از جمله این که مذهب رو اینقدر پررنگ کرده، از جمله این که دست پادشاه رو اینگونه بسته. و من فکر میکنم که اگر نخواهیم اسمشو خیلی با انصاف باشیم باید بگیم که در واقع سکوت کنیم و در غیر این صورت باید بگیم که این چه خیانت و چه عمدی میتونه باشه که عده‌ای با تمام این مشکلاتی که وجود داشته همچنان پای یک همچین قانونی میایستند و به اون جریان دموکراتیک، به اون دموکراسی مدرن، به اون مشروطه مدرنی که امروز همه جا هست کمتر میپردازند تا به موضوعی که کهنه است و ایرادات بسیار زیادی داره. من فکر میکنم در برنامه های ما باید در واقع این روی اینها تاکید داشته باشیم. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. عرض کنم که نفر بعدی آقای امیر بیگلر هست. بفهمید. سپاس جناب نوری از آموز گفتارتون، جریان قشنگتر میشه. البته در مورد محمد علی شاه شما تقریبا همه چیز رو گفتید، حتی از نظر روحی روانی هم بهش پرداختید. تو این نام هایی که شما تو این آموز گفتارتون بود، من برام این میرزا ابو طالب زنجانی بود، نشنیده بودم تا حالا، نخونده بودم. در موردش گوگل کردم، دیدم این از مخالفان، حالا ما بگیم الان آیت الله، میرزا کاظم خراسانی بود که بعد از میرزا شیرازی به اصطلاح میشه مرجع تقلید شیعیان دنیا. بعد برخورد کردم به توپ بستن مجلس و دستگیری مشروط خواهان، که در اون دستگیری آقای ابراهیم تبریزی، اونم آخوند بود، کشته میشه. حالا این آخونده که تقی‌زاده‌ام خیلی در موردش نوشته، این آخونده معتقد به این بود که باید با دولت یا به اصطلاح حالا سلطان، حالا هرچی که نیرویی که اسمشون بود، باید مسلحانه مبارزه بکنه. و تو همون که پناهنده میشه به پارکی و بعد اونجا هم چون اسلحه داشته خلاصه کشته میشه. جالب اینجاست که خود همین آقای تبریزی تلاشش بر این بوده در مجلس که این متمم رو به اجرا بذاره. این نکته به اینجا میخواستم برسونم، این متمم رو به اجرا گذاشتن که شما تلاش میکنید در مورد به اصطلاح برنامه های آینده است، که تلاش میکرده متمم رو به اجرا بذاره و انجام بشه، یعنی به قول شما همجور که فرمودید یه قانونی از این قانون در بیان، یه قانون جدیدی از این قانون اساسی در بیارن، بر من اینجا پرسش پیش اومد که اینا چه تلاشی داشتن که این متمم رو به اجرا بذارن، یعنی این متمم رو بیارن. این چیزیه که بارها به ذهنم رسیده در مورد پرچم شیر و خورشید هم همینجور. به عقیده من روحانیت شیعه در ایران که قدرت داشتن رو دست خوردن. خمینی هم رو همین اصلم تلاش میکرد، ضدیتش با پرچم شیر و خورشید این بود، با قانون مشروطه هم این بود، چون بالاخره اینا رو دست خوردن. حالا درست متمم آوردن، یه سری چیزایی آوردن که به قول آقای دوست عزیزمون استاد اعظم کسی هم بهش عمل نکرده، ولی قانون وجود داره، قانون دیگه بالاخره، حالا میخواد کسی بهش عمل بکنه میخواد نکنه، ولی قانونیه که هست. اگه قانون مداری شرطی یک جامعه شهروند محور باشه، پس باید به اون قانون هم عمل کرده شده. ولی جالبش، من میخواستم این نکته رو بگم که انگار اینا تو جریان تصویب اون اساسنامه اصلی که بعدم به نام قانون اساسی مطرح شد، اینا نفهمیدن و رو دست خوردن. من این نکته نظر شخصیمه خواستم بگم اینجا، حالا نمیدونم نظر شما. من اظهار نظری نمی کنم در این مرحله، برای اینکه زمینه فکر خودم رو خدمتتون نگفتم. اگر که برسیم در جلسات آینده به دقت روی بند قانون اساسی و اینکه طرفین دعوا چرا عکس العمل های معین خودشون رو نشون میدادن، به نظر من قضیه روشن‌تر میشه. من اگر اجازه بدید در این مورد سکوت بکنم، بگذارمش برای جلسات آیندهمون که راجع به این قضیه میپردازیم. بله، اجازه بدید که ببینیم آقای شهرام عباسپور چه نظری دارند و بعد ادامه بدیم قضیه رو. بفرمایید آقای عباسپور. ممنونم، سپاسگزارم خدمت شما. منم نظرم دقیقاً مثل خانم فرزانه که همش فکر میکنم که امروزه ما چجوری واقعا میتونیم به قانونی که یا اون مفادی که 115 سال پیش با شرایط اون موقع و با اون شرایطی که شما همه رو تعریف کردید که مظفرالدین شاه در چه شرایطی بوده، مملکت در چه شرایطی بوده، مخالفت ها، روحانیون، روس، انگلیس، همه اینا واقعا
اون رو چجوری الان میشه که بهش استناد کرد؟ خدمتتون عرض کنم، شما گفتید که چه مقدار روس‌ها روی محمد علی شاه به اصطلاح تأثیر داشتن و نفوذ داشتن. من فکر میکنم نه تنها روی محمد علی شاه، که روس‌ها روی روحانیت هم نفوذ داشتن، چون همونجور که ما میدونیم شیخ فضل‌الله نوری هم همراه خود محمد علی شاه بود که مخالفت میکرد همش با مشروطه. و از اونجایی که محمد علی شاه حتی میگن زمان تاج گذاریش، اولا که درباری مدرد میخوام نماینده های مجلس رو اصلا دعوت نکرده بوده به مجلس تاج گذاری، و حتی وقتی که امضای اون قانون مشروطه رو براش میارن، اون یعنی سند رو میارن، هم امضا نمیکنه اون سند رو و مخالفت میکنه و خلاصه با انقدر مردم فشار میارن که مجبور میشه اینو امضا بکنه، ولی بعد از اون مرتب همینجور مخالفت خودش رو اعلام میکرده. تا جایی که با اگر در تاریخ خاطرمون باشه، یه شخصی هست به نام لیاخوف روسی که با همکاری لیاخوفه که مجلس رو به توپ میبنده و اونجا کلی کشته میشن و کلی از وکلا به هر حال فرار میکنن، کلی دستگیر میشن. و خیلی جالبه که وقتی که به محمد علی شاه ایراد میگیرن و میگن که مردم نظرشون چی بوده، خیلی جالبه که من اینو از اینجا براتون میخونم. ایشون میگه که ملت غلط میکنه ما رو نخواد، رعیت را چه به سرکشی، رعیت را چه به استناد صاحب قرار، رعیت را چه به فریاد حق طلبی. و خیلی یعنی از اونجایی که از ملت اصلا اسمی نیاورده شده در قانون اساسی مشروطه، حتی مشروطه قرار بود که اختیارات شاه یا سلطان رو محدود بکنه، ولی به قدری دست اینا رو باز گذاشته که همونجوری که صحبتی که بین خودمون بود، به شاه اجازه میده که هم در قوه مجریه و هم در قوه مقننه بتونه دخالت بکنه. به خاطر همین هم است که ملت رو یاد نمیکنه، بیشتر میگه رعیت، و میگه رعیت اصلا حق نداره که در امور سیاسی و اجتماعی خودش دخالت بکنه، و این سایه پادشاه هستش که بر سر این ملت رعیت و مملکت هستش، و این مردم هر چه دارن از پادشاه دارن. اینه که واقعا الان وقتی فکر میکنیم دقیقا مثل ولایت فقیه که الان ما در از صحبت‌های امامهای جماعت میشنویم که وقتی که ولی فقیه چیزی رو میگه، ملت چه حقی داره که بر حرف مقام معظم مثلا رهبری بتونه که ایرادی بگیره یا نقدی داشته باشه. واقعا اگر قرار باشه که ما برای آینده هم قانون مشروطه‌ای داشته باشیم، من فکر میکنم به غیر از اون متمم‌هایی که به این اضافه شده، مواد دیگه‌ای هم هستش که باز باید بررسی بشه، و من فکر میکنم اون صحبت از اون مشروطه نوینی که میشه، ما واقعا نیاز به یه مشروطه نوین همراه با سکولاریسم و دموکراسی داریم. ممنونم، سپاسگزارم. بله، عرض کنم که من اصلا مردد هستم که این چیزی که ما بهش میگیم مشروطه، مشروطه هست یا نه، با توجه به اون خواستهایی که مشروط خواهان اصلی داشتند، یعنی از یک طرف کوتاه کردن دست، عرض کنم که روحانیت، از طرف دیگه کوتاه کردن دست پادشاه، و اگر این دوتا دست کوتاه نشده باشه، در قانون دارم میگم، ممکنه در عمل کوتاه شده باشه، مثلا دست روحانیت برای مدتی کوتاه شده باشه، ولی همون اون دلیل این میشه که اون کسی که داره دست رو کوتاه میکنه داره خلاف قانون عمل میکنه، مگر نه قانون همچین محدودیتی رو فراهم نکرده. در مجموعش من فکر میکنم که البته با یک ملاحظه
در مورد اینکه آدم به چی برمیگرده و به چه چیزه اون چیز برمیگرده هم اهمیت داره. ببینید ما امروز میگیم که استوانه کوروش اولین سند مثلا حقوق بشره. خب خیلی هم میتونم به ما بگن که شما هم که دارید به یه چیزی که این یکی 115 سال پیش نوشته شده، اون یکی که 2500 سال پیش نوشته شده دارین اتکا و ابتنا میکنید. ولی خب من میگم که این بازگشت به اون چیزی که در اون سند وجود داره مهمه. اون سند چه چیزی رو داره ارائه میده اون مهمه. کوروش داره راجع به این صحبت میکنه که من مذهب رسمی رو ندارم، من ملت ها رو آزاد میذارم که مذهب خودشون رو داشته باشن و بقیه مطالبی که گفته. در نتیجه ما سکولارها خیلی براحتی میتونیم به 2500 سال پیش برگردیم، تفاخرم بکنیم و بگیم که اولین سند حقوق بشر که با یک دید سکولاریستی نوشته شده همین استوانه کوروشه. بنابراین نفس بازگشته به یه چیزی اگر که اون جوهره و اون گوهر اصلی اون چیز مورد نظر باشه عیبی به نظر من نداره. مسئله اینه که این قانون اساسی رو حالا در برنامه‌های آینده که میشه کافی ما باز میکنیم، وحشت آورش این استش که ما به چی میخوایم برگردیم و این چی رو داره بیان میکنه. عرض کنم که حالا فکر میکنم که آقای دارابی وقت گرفتن. بفرمایید آقای دارابی. خیلی ممنون. خدمت شما عرض شود، من ویدیوی هفته قبل، برنامه هفته قبل رو دیدم و همینطور این ویدیویی که زحمت کشیدین ضبط کردین و یک دفعه به ذهن من تلاقی کردش. ما زمانی که مدرسه بودیم مثلا درس تاریخ که داشتیم به ما میگفتن مظفرالدین شاه خیلی بی ارزه بودش و الان با دیدن این دوتا ویدیو به اینجا رسیدم که به این دلیل مظفرالدین شاه رو میگن بی ارزه بود، حتی نه اینکه آخوندها رو دستشون رو قطع کرده بود کامل. مثلا شما سخنرانی مظفرالدین شاه در مجلس اول رو من کامل خوندم، فقط یک بار از کلمه شرع استفاده شدش و اصلا زیاد نه اینکه رد کرده باشه، زیاد به شرع و دین و این چیزا نپرداختش. اما بعد از اینکه محمد علی شاه اومدش، محمد علی شاه با توجه به چیزایی که فرمودین، ضعف شخصیتی که داشت و تحت تاثیر شدید افیونی به نام دین قرار داشت و همین آخوندی که اسم بردید میتونه روش تاثیر بگذاره و اون شخصیت دیکتاتوریش باعث شدش به نظر من این ریل مشروطه رو که داشت پیش میرفت به اصطلاح سکولارترین بودش در اون زمان. در اون زمان باید نسبت به اون زمان بسنجیم. بعد از محمد علی مظفرالدین شاه، محمد علی شاه که اومد، به نظر من این ریل رو عوض کرد و یک مشروعه هم اضافه کرد و از اینجا بیشتر ما شاهد هستیم که مشروطه دچار انحراف شدش و آخوندا تونستن تأثیر خودشو روی این فرد بذارن. خیلی ممنون. بله درست می‌فرمایید. میگم در جلسات آینده این مسئله خیلی برای هممون روشن‌تر میشه. من میبینم که آقای عباسپور یه F9 زدن. بفرمایید آقای عباسپور. ممنونم. من توی صحبت‌های قبلم بیشتر منظورم این بود که به نظر من کسانی که الان ایراد میگیرن از این که اگر ما قرار باشه به قانون مشروطه برگردیم اون متمم‌هاش رو باید حذف بکنیم، من منظورم این بود که به غیر از اون به اصطلاح مواد متمم، موارد دیگه ای هم هستش که اینقدر اختیارات به پادشاه داده که حتی پادشاه هم میتونه که اون حقوق شهروندی رو زیر سوال ببره. یعنی اینکه همینجور که من گفتم محمد علی شاه مردم رو چجوری رعیت میخونه، در اون صورت هم شاه اینقدر دست و بالش باز هستش که باز میتونه در قوه مجریه و مقننه دخالت بکنه، در صورتی که ما بیشتر هدفمون این هستش که اگر
زمانی هم که اگر سیستم پادشاهی باشه، پادشاهی پارلمانی باشه که قدرت شاه رو مثل کشور پادشاهی فرض بفهمید اسکاندیناوی کم بکنه، که پادشاه هم نتونه در امور سیاسی جاری کشور زیاد بتونه سیاست‌های خودش رو اعمال بکنه. ممنونم. بله من ملتفت شدم، ولی احساس کردم که بد نیست این رو اشاره بکنیم که به چی میخوایم برگردیم. این بازگشت یکی از مسائل گرفتاری آوری هستش، نه تنها در تاریخ ما، حتی در ادبیات ما هم اینطوره، که واقعا این که یک در مقابل نوآوری مقاومتی وجود داره و میگیم که برگردیم، حتی در جریان معاصر هم به هر حال پیشنهاد نمیدونم آقای شریعتی، بازگشت به اصل خیش، نمیدونم حرفایی که اینو میزنن، این بازگشت یه تماتیک خیلی مهمیه توی همه زمینه‌های زندگی اجتماعی. اما اونجایی مسئله عمده میشه که ما بگیم به چی میخوایم برگردیم، و اگر که به اون اشاره نکنیم همه این گرفتاری ها مشخص خواهد شدش. آقای بیگلر هم دو مرتبه وقت گرفتن، بفرمایید. من یه مطلبی که از یادم رفت، یعنی توی صحبتام خواستم بگم، این به توپ بستن مجلس در از به قول معروف میگن که یه تیری بود که برگشتش به خود شخصی بود که این تیر رو ول کرده بود، یعنی باعث این شد که حمله به تهران بشه، تهران تسخیر بشه، مشروطه‌ها قدرت پیدا بکنن، قدرت اصلی رو پیدا بکنن. یه تغییر بود، فرار خود محمد علی شاه بود. این در از اون برگشتی بود به صورت نشانه‌ای که گرفته بود، تیر کمونه کرد به خودشون. ولی من فکر کنم بیشتر از این که این تاکتیک اشتباه بود، خود مظفرالدین شاه هم به این نتیجه رسیده بود که قدرت مشروط خواهان خیلی زیاد شده، یعنی برای گرفتن سلطنت، برای به اصطلاح استحکام سلطنت خودش باید به سمت مشروط خواها میرفت. نظر من، میگم من مقاومتی که در مقابل حرفای دوستان دارم اینه که از برنامه‌مون جلو میزنیم. ما مثلا راجع به این که مجلس به توپ بسته شد، این رو شاید سه شماره دیگه، سه هفته دیگه بهش برسیم. و بعد این که واقعا آیا این دو مرتبه باعث شده که مشروط زنده بشه یا نشه، اینا همش مسائلی که مورد بحثه. به این دلیل من با کمال شرمندگی سعی میکنم صحبتی نکنم، یعنی واکنشی نشون ندم در مقابله نظر دوستان تا در حد ممکن و مقدور. عرض کنم که آقای سایی بفرمایید. ممنونم آقای دکتر. من واقعیتش یک سوالی برام پیش اومد، گفتم شاید جالب باشه برای مخاطبم، که از نظر شما، از نظر شما، این که بازنده اصلی در جریان مشروطه تا قبل از این که موفق بشن متمم رو به تصویب برسونن، بیشتر روحانیت بوده یا پادشاه؟ چون به نظر من اینکه مصوبات مجلس بر اساس نظامنامه اولیه بیشتر یک حالت مصوبات مشورتی هست که ارائه بشه به پادشاه برای اجرا، یا به نوعی اول پادشاه تصویب کنه که در کشور اجرا بشود یا نه، و بیشتر اون نقش روحانیته که فکر میکنم حذف شده از این گردونه سیاسی کشور. باز خوشحال میشم شما نظرتون رو بگین که واقعا بازنده اصلی توی نظامنامه اول قبل از اینکه متمم تصویب بشه بیشتر روحانیت میدونین بازنده بوده یا پادشاه؟ ممنونم. اتفاقا میخواستم قضیه رو به اینجا بکشونم که چرا بعد از مرگ مظفرالدین شاه هر سه تا نیرو قبول کردن که بشینن، و حالا اون موقع بهش میگفتن تکمیل، بعدن اسمش شد متمم.
تکمیل بکنن قانون اساسی رو، برای که هر سه تا نیرو فکر میکردن که این به ضررشونه. روحانیت به خاطر اینکه اصلا اسمی ازش برده نشده بود، محلی از اعراب نمیدید برای خودش، سلطنت میدید نصف اختیاراتش منتقل شده به مجلس، منورالفکر رو هم میدیدن که اصلا هیچ راجع به حقوق مردم و عرض کنم که مسائل مربوط به ملت ذکری نشده. یعنی هر ستا مخالف این بودن. اینکه کدومشون بیشتر ضرر میکردن یا نه، به نظر من چیزی که هنوز اجرا نشده بود که نمیشه گفتش که کدومشون ضرر نمیکردن. ولی نکته جالب برای من اینه که وقتی که موافقت شدش که این قانون رو تعمیر بکنن، تکمیل بکنن به اصطلاح، اونجا هستش که آدم میتونه بپرسه که کی برنده شد، کی بازنده شد، که این رو در جلسات آینده میخوایم راجع بهش بحث بکنیم. در این مورد هر سه تا نیرو احساس کمبود میکردن، یه چیزی رو میدن کم، و به همین دلیل همشون موافقت کردن. شما حالا در برنامه آینده که یه کمی راجع به اون کمیسیونی که میشینه این قانون رو بنویسه صحبت میکنیم، میبینید که توش مثلا هم منورالفکر مشروط خواه سکولار دموکرات نشسته، هم مخالف 100% مشروطه نشسته، و هم کسانی که تمایلات مذهبی دارن. یعنی شطرنج اصلی توی اونجا آغاز به بازی میشه که نهایتش رو بعد اون وقت باید نگاه کردش که بعد در جلسات آینده که صحبت میکنیم نظر شما مهمه. من یه نظر استان بین شما ها که کدومشون برنده میشن و بازنده میشن. من میبینم خانم بدری وقت گرفتن، شما هم صحبت میفرمید خانم بدری؟ ممنون آقای دکتر. شما اشاره کردید حالا به تفاوت هایی که بود بین مظفرالدین شاه و محمد علی شاه، و خب محمد علی شاه هم بعد از به قدرت رسیدن این رو پنهان نمی کرد. خب می گفت اصلا ما دولت اسلامی می خواهیم و سلطنت مشروعه می خواهیم، یعنی کاملا یه اتحاد بین استبداد و مشروعه خواهان. می گفت حالا یه مجلسی باشه قانونی هم بذاره، همین، اصلا نموده دیگه ای نباشه از مشروطه. من حالا شاید در برنامه های بعدی بخواین بهش بیشتر اشاره کنید، که البته حالا توی تاریخ گفته میشه یه سری عوامل هم نقش داشت، یعنی اتفاقاتی که افتاد باعث شد که این اختلاف بین محمد علی شاه و مشروط خواهان بیشتر بشه. حالا یه دونش این مسئله حالا اتهام حالا جوری که هست تو تاریخ زنا و فحشا از توی برخی مشروط خواهان به مادر محمد علی شاه، و بعد هم مسئله ترور محمد علی شاه و داستان های مربوطش، که حد زدم در برنامه های آینده بیشتر میخواین به اینها اشاره کنید. و همونطوری هم که گفتین اصلا درگیری از جایی آغاز شد که قرار شد متممی نوشته بشه، که حالا محمد علی شاه بیشتر منظورش این بود به خاطر اینکه خیلی اختیاراتش محدود نشه، مثلا بیشتر قانون اساسی آلمان رو بهش اتفاق کنن تا بلژیک و فرانسه. ولی خب حدس می‌زنم اینها رو در برنامه آینده بیشتر بهش خواهید پرداخت. مرسی، ممنون.